سلام به همه شما بینندگان عزیز شبکه هنری روستا، امیدوارم که خوش و سر حال باشید. دوستای عزیز، ما امروز در منطقه مجری هستیم و یک برنامه مساعدت و همکاری داشتیم که توسط دوستان خارج که از منطقه مجری بودند این برنامه ما داشتیم که کمک شد و هدایایی که مردم یا کمک که مردم مجری یا دوستانی که در خارج از کشور هستند اونا هم دست فقیران خود را گرفته بودند. دوستان در این شرایط که کار نیست، قرنطینه، باور کنید که وقتی که درآمد نباشه ای را شما حس کردید، درک کردید، از درک شما بوده که امروز کمک شما به فقیران میرسه، کمک شما به نیازمندا رسیده و میرسه و دست گرفتن نیازمندان در این شرایط بسیار یک کار نیک است که انشاءالله شما اجر ازیرا، پاداش ازیرا هم در این دنیا و هم در آخرت میگیرین. در زمانی که هیچ کار نباشه واقعا که بعضی خانوادهایی که کار ندارن اونا پیش بچه های خو، پیش خانواده خو کم میان و دست گرفتن نیازمندا در این زمان واقعا کاری نیک. همراه آقای رضایی که از یک از دانشجوهای منطقه مجریه و همچنان از جمله کسایی که هماهنگ کننده در این کار نیک، من میخوایم از آقای رضایی در مورد وضعیت کار، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مجری بپرسم. آقای رضایی خوبی؟ زنده باش آقای نوا، عرض سلام مجدد خدمت شبکه قشنگ شما. در مورد کاروبار، گرچند که یک منطقه روستایی و اکثر درآمد مردم این منطقه و افرادی که در اینجا زندگی میکنن مربوط به همه کشت و کار و زراعت و دهقانی میشه که تقریبا 50% یا 60% مردم داخل منطقه به مالداری، گوداری، خلاصه همه شاغل زراعتی دارن که از همه طریق بهار کشت میکنن و فصل تابستان و خزان حاصل کشتهای خود را برداشت میکنن و حاصلاتی که دارن همی گندم و جواری و اشقه و جو و همه چیزها هستند دیگه. از همی طریق هم میتونن و او کسایی که از طریق کمکای بیرونی همراهشان حمایت میشه، چی مسافر در خارج دارن و از همی دو طریق مردم ها روزگارشان یک رقمی میچلانن. آقای رضایی، در مجری زمین کافی است که مردم از طریق زمین کافی بیتنم و خرج زمستنه یا خرج امی روزایی که زین ترمونه پوره کنه؟ گرچند اگر بسنجیم برای شرایط فعلی این مهاجرت هایی که در بین مردم فعلا پیش آمد، در قسم به صورت سادهش بگیم مردم را کم حرکت کده، از سالهای قبل که قصه میکنن خلاصه در طرف های حتی کاریز و خرزار و کلانده و برکه و خیلی جاهای دیگه خرمانی گندم به خرورها میرسیده، چون اونا مردمایی بوده که صرفا نمو کاربارشان شغل زراعتی و کارهای زمینداری بوده و در اون سالا نسبت در از این سالا بیشتر برداشتش بیشتر بودن، زیادتر بودن. حالی هم مردم به صورت نسبی خوبن. وضعیت اقتصادی مردم در مجموع چه رقمه؟ چقدر کسایی را دارین که دستش به دانش میرسن؟ چقدر کسایی هست در اینج که واقعا نیازمند فقیرن؟ خوشبختانه وضعیت مردم در صورت کل خوبه، اما هستن بعضی از فامیلایی که دستشان تنگ هستن، سرپرست خانه ندارن، دوستای نزدیکای خود از دست دادن، امو سرپرست خانواده را از دست دادن و یا در جنگ شهید شدن و یا این رقم از مرگ خدایی مردن، اونا واقعا مستحق کمک هستند که مسافرین عزیز ما که همیشه در خارج هستند، اینا یار و مددگار همیشه از این مردم بودن، چی در خصوص مکتب، چی در خصوص سرک، چی در خصوص کارهای عمومی که منفعت عمومی در او گنجانیده است، اینا همیشه دست باز داشتن، کمک کردن برای مردم. خدا از اینا راضی باشه، خیر و برکت دنیا و آخرت را نصیب اینا کنه. که از جمله امروز فامیلی محترم امی کی بود؟ فامیلی مرحوم سید رضا که قسمت کمکی که هماهنگی شده بود بردیم اون مورد منزلش تحویل داد.
حرف بخصوص که راجع در قسمت خود زمین اشخاص خیری که کمک کرده بودند، گرچه اونا گفته بودند که نام اسمش ازش برده نشه، ولی به هر حال رسم بر اینه که همون کسایی که واقعا همیشه کمکگار مردم دست یاری و همکاری داره باید اسم از اونا برده شود و این یک رسم انسانیت هست که از دو طرف جانب مقابل باید ادا شود. قسمی که ما همراه حاجی ملک رضایی امویم هماهنگی داشتم، اونا یک لیست را برای ما روان کردن که از او جمله امی کمکی که برای فامیل مرحوم سید رضای برکه صورت گرفت جمعاً چی $530 میشد که از او جمله محترم حاجی محمد علی هاشمی کمک کردن، دیگه محترم میسم هاشمی کمک کردن و محترم برادر بزرگوار ما عبداللطیف وحدت کمک کردن، محمد علی رفیعی آقای رفیعی کمک کردن، دیگه جناب آقای محمد شریفی و جناب آقای عبدالملک دانش و محترم آقای خلیل کریمی و آقا جان سید لیاقت موسوی و جناب حاجی عبدالملک رضایی و آقای احمد جان از اشکاری پدر جمال دین جان که مبلغ 26,000 افغانی را که ما را صرف کردیم، $530 استرالیایی را برای فامیل مرحوم سید رضا امروز به صورت نقدی و مواد ارتزاقی تحویل داده شد. و دیگه کمکی که برای سایر فقرا بودن به دسترس ما قرار گرفته فعلا، میخواییم از او دوستان یادآور شویم که یک اقدام خیرخواهانه کردن، از او جمله حاجی عبدالملک همراه خانم خود کمک کردن یک مبلغ را، جناب آقای دیدار علی سلطانی همراه خانم خود یک مبلغ را کمک کردن و دیگه جناب آقای محمد علی رفیعی بازم کمک کردن و آقای مهدی وطن دوست کمک کردن و آتی جمال دین جان از اشکاری، احمد جان اشکاری برای سایر فقرا که ما نخواستیم از اونا فیلم بگیرین چون تعدادشان کم زیادتر بود و زمان یاری نمکد که این مبلغ $500 استرالیایی را ما ایر صرف کردیم، 25,000 افغانی میشد، بردیم در تحویل خانه هایشان دادیم.